سلام سلام، من خدا هستم. آره، خدا. خواستم برای یک بار هم که شده از دین تعریف کنم. به دنبال داستانی از معجزه گشتم. او شق القمر، تبدیل عذاب اژدها، اینها داستانهای تخیلی و بی ارزشی هستند، ولی یک داستان معجزه راستراسکی وجود داره، معجزه‌ای که در تاریخ ثبت شده، کسی نمیتونه اون رو منکر بشه. داستان برمیگرده به 600 سال پیش، در میان جنگ 100 ساله بین انگلیس و فرانسه، زمانی که ارتش پرقدرت انگلیس با اتحاد با بخشی از جنگجویان فرانسوی به نام بورگونی‌ها قسمت‌های شمال و جنوب غربی فرانسه رو اشغال کرده بودند. پس از مرگ چارلز ششم پادشاه فرانسه، ولی عهد او دوفین باید طبق رسوم سنت فرانسه به شهر ریمز میرفت و در کلیسای بزرگ اون شهر به طور رسمی تاجگذاری میکرد. اما شهر ریمز در دست بورگونی ها متحدان انگلیس بود و ولیعهد فرار کرده بود. همچنین انگلیسی ها شهر پاریس رو اشغال کرده بودند و شهر مهم اورلان رو چندین ماه در محاصره داشتند و مردم اورلان در میان دیوارهای بلند شهر اسیر شده بودند. ارتش فرانسه از هم گسیخته بود و یارای مقاومت در برابر ارتش قدرتمند انگلیس رو نداشت. در این میان یک دختر نوجوان روستایی فرانسوی که حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشت ادعا کرد که او از سوی خدا مأمور گشته تا ولیعهد رو برای تاجگذاری به شهر ریمز ببره. فکرشو کنید، ده ها سال فرانسه مورد هجوم انگلیس بوده و بسیاری از سرزمین اون تحت اشغال انگلیس هست و فرانسه تاب مقاومت نداره. اون وقت یک دختر روستایی میخواد به فرمان خدا ولیعهد رو ببره اون وسط مناطق اشغال شده تا مراسم تاجگذاری رسمی رو برگزار کنه. عجب ادعای پرتی. معجزه اینجاست که او درخواست خدای خودش رو انجام داد. در تاریخ نوشتند که ژان دارک، این دختر 17 ساله که نه سواد داشت نه جنگیدن بلد بود و نه فرماندهی جنگ میدونست، وقتی وارد جنگ با انگلیس شد ورق جنگ برگشت. ارتش انگلیس در هجوم ارتش مسمم فرانسه یکی پس از دیگری شکست خورد. ژان دارک برای شکستن محاصره شهر اورلان لشکرکشی کرد و در میانه راه دست دست از مردان فرانسه به او ملحق می شدند. محاصره شهر در عرض چند روز شکسته شد و سربازان انگلیس گریختند. ژان دارک پیروزمندانه پا به میدان شهر گذاشت. قدم بعدی گرفتن شهر تاریخی ریمز بود، جایی که باید مراسم تاجگذاری در اونجا برگزار می شد. ژان دارک ریمز را هم از دست بورگونی ها متحدان انگلیس آزاد کرد، ولی عهد فرانسه را به اونجا آورد و مراسم سنتی تاجگذاری چارلز هفتم رسماً برگزار شد. واقعا معجزه است. ادامه داستان غم‌انگیزه. شاه فرانسه که تاج و تخت خودش رو مدیون ژان دارک بود، در جنگ های بعدی ژان دارک رو همراهی نکرد. بالاخره ژان دارک به دست بورگونی ها اسیر شد و پادشاه فرانسه کوچکترین تلاشی برای رهایی او نکرد. سرانجام بورگونی ها او رو به انگلیسی ها فروختند و انگلیس ژان دارک رو در سن 19 سالگی به عنوان فرزند شیطان زنده در آتش سوزاندند. تنها یکی از فرقه های مسیحی او رو قدیسه می دونند و بقیه مسیحیان و غیر مسیحیان ظهور ژان دارک رو تنها یک حادثه تاریخی می دونند. ژان دارک از کودکی در کشوری تحت اشغال و حمله انگلیس زندگی آسوده‌ای نداشته. خانواده او بارها مجبور به گریز از دست سربازان مهاجم شدند و زندگی سختی رو داشتند. در اون زمان که شاید رؤیای هر فرانسوی پیروزی پادشاه فرانسه و تاجگذاری او بوده،
جاندار که در سن 12 سالگی ستن از قدیسان مسیحی رو میبینه که این رؤیای دور از دسترس او رو از اون کودک طلب میکنند. در شرایط سخت زندگی توهم رؤیا بعید نیست. اما اونچه که این معجزه تاریخی رو رقم زد حس اعتماد به نفسی بود که جاندار که برای ارتش و مردم فرانسه آورد. او جنگ 100 ساله بر سر میراث تاج و تخت فرانسه رو به جنگی مذهبی بدل کرد و خدا رو مستقیما به جبهه فرانسه آورد. اونچه که انگلیس رو شکست داد اراده راسخ فرانسویان و اعتماد بازیافته اونها بود که از پرچم برافراشته ژاندارک به دست اومده بود و نه از دست خداوند و یا نیروهای نامرئی قدیسان. روحیه، اعتماد به نفس، اراده قوی و عزم راسخ، اینها عواملی مؤثر در راه رسیدن به هدف هستند. تأثیر این عوامل علمی، قابل آزمایش و قابل مشاهده است. اینها ربطی به دین ندارند، هرچند که دین هم از اونها برای دستیابی به اهداف خودش استفاده می کنه. اینها هستند که معجزه خلق می کنند، نه دین. و الا در طول تاریخ هرگز نیروی نامرئی به فریاد کسی نرسیده و آتش هیچ پیامبری به گلستان تبدیل نشده.